جرد نبودی در جان امکان گفت یه توانستی گل معنا شکفت. همینان عزیز و عرجمند در برنامه دیگری در تلویزیون ایران فردا. برنامه این هفته رو کاملا اختصاص دادیم به گفتگو با دکتر اسماعیل نوریالا، پیام، شاعر، نویسنده، منتقد و از اهالی سینما به قول امروزی ها. دکتر نوریالا درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما و همکاران و بینندگان گرامی برنامه. امیدوارم حالتون خوب باشه. بد نیستم، به مرحمت شما. خب آقای، اول امروز داشتم نگاه میکردم به فهرست شرکت کنندگان در فستیوال ونیز، باز دیدم که یک کارگردان برجسته زن ایرانی هم در این فستیوال حضور داره. نظرتون راجع به ظهور خانم ها در سینما، اونم به عنوان کارگردان، چیه آقای نوریالا؟ در دوره بعد از انقلاب مخصوصا، میخوام ببینم با فیلماشون آشنایی دارید علل اصول؟ کم و بیش. من روزا دیگه خیلی کم فیلم میبینم. اون اوائل، یعنی 5-6 سال اول انقلاب میرفتم سینما میدیدم و روی کامپیوتر، ولی الان خیلی کمی. فقط مثلا همین جدایی سیمین از نادر رو دیدم و فیلم بعدی هم کارگردان رو، ولی اطلاعات زیادی دیگه ندارم از اون چی که در سینمای ایران میگذره. من به هم فکر میکنم که این هم یکی از قله هاییه که زنان ایران علارغم این حقوق کشی حکومت اسلامی در مورد زنان به نظر من فرد کردن و باید بهشون واقعا تبریک گفتش که با این همه گرفتاری و مشقتی که برای زنان ایران اینا درست کردن، اینها توانسته در این حوزه که قبلا اصلا سابقه نداشت، یعنی قبل از انقلاب ما جز فروغ فرخزاد رو که او هم تازه در استودیو گلستان خارج از صنعت سینما ایران فیلم می ساخت کارگردان زن، فکر می‌کنم فقط یک زن دیگه داشتیم که الان اسمش از ذهنم گریخته است، در فیلم رقاصه، در فیلم عرض کنم که کیمیایی هم در داشاکر نقش رقاصه رو بازی میکرد و شاعر خوبی هم بودش، الان اسمش یادم رفته. اون هم مثل اینکه تلاش کرد یک فیلمی ساخت، ولی جز اون اصلا سینمای ایران در حوزه تولید و کارگردانی یک سینمای مردانه‌ای بود، اصلا زنها رو راه نمیدادن. عوضش اقدس خانم منوچهری یکی از نخست خلبانهای ایرانی، مادر شما با فن خلبانی رفتن آشنا شدن. خیلی جالبه. آره. چند سالشون بود وقتی رفتن با فن خلبانی آشنا؟ مادرم عرض کنم که فکر میکنم که مثلا 23-24 سالش. خیلی جالبه، خیلی جالب، خیلی جالب. خب آقای نوریالا، این سینما زیادم شینش تعجب نکردم که بخت نکردید فیلم ها رو ببینید، ولی مطمئنم که با آثار شعرهای زن بعد از انقلاب آشنایی دارید. میخوام ببینم که زنانی که بعد از انقلاب ظاهر شدن در این عرصه، کارشون برای شما کارهای رضایت بخشی بوده؟ یعنی من در مجموع فکر نمی کنم که نه. اساسا بعد از انقلاب ما دارای شعر باشیم، یعنی به نظر من شعر به عنوان هنر ملی ما با انقلاب مرد و جاش رو داد به سینما. سینما ترقی کرد و شعر نزول کرد به نظر من. ولی من کم و بیش شعراشون رو میخونم، ولی من فکر نمی کنم اساسا در مجموع، حالا منهای مثلا سیمین خانم عرض کنم که بهبهانی که یه خطی رو از قدیم داشتش و بعد تغییراتی درش داد، ما شاعر برجسته زن یا مردی اساسا بعد از انقلاب داشته باشیم. فکر میکنم واقعا به دلایل متعددی سینما جای شعر رو به عنوان هنر اصلی و ملی ما گرفته. ولی خیلی از خانم‌ها بودن که آمدن سوژه های سیاسی رو گرفتند و در قالب شعر بیان کردن، حالا بیشتر قصیده، و خیلی هم موفق بودن، مثلا خانم هیلا صدیقی. بله بله. ببینید، من یک بار دیگه فکر کنم توی یکی از برنامه‌های شما گفتم، از نظر من ما بین شعر و نظم باید تفاوت بگذاریم. این دوستان در واقع سخنوران و نظم سرایان و ناظمان هستند تا شاعران. شعر به نظر من یک ویژگی هایی داره که با اینکه آدم یه مطلبی رو بیاد و
منظومش بکنه حاصل نمیشه. البته به عنوان منظوم سرایان به نام غزل و قصیده سرایان ما خیلی شاعران مختلفی داریم، ولی من درشون اون ارزش شعری رو که در طول زندگی خودم برای خودم با یه معیارهای میشناسم کمتر میبینم. خانم لیلا صدیقی واقعا سخنور بسیار قدرتمندی هستش و حرف دل مردم رو هم به زیبایی در سخنان منظوم خودش میگه، ولی من فکر نمی کنم که بشه او رو در جمله شاعران برجسته ایران دانست. عجیبه، من همش فکر کردم که چقدر نگاهشون شاعرانه است. تصادفاً حالا با اینکه دیدی سیاسی داره، شاعرانگی هم به نظر من با شاعر بودن فرق میکنه. البته به هر حال وقتی که یک کسی تخیل خودش رو آزاد میکنه مسلماً یک رشته ای از هنر و شعر و ادبیات رو در کار خودش داره. من منکر اون ارزش ها نیستم، ولی مجموعاً شما فکر کنید مثلا فرخی یزدی رو شما آیا جزء شاعران میگذارید یا جای ناظمانی که مثلا در عهد خودش با سخن منظوم خودش پاسخگویی میکرد به زمانه خودش، او رو در مقابل مثلا نیما و غیره که بگذاریم؟ من نمیدونم. خب آقای دکتر نوریالا، اگه امروز یه نفر پیدا بشه بگه این پول تولید یک فیلم، حاضرید یه بار یه فیلم بسازید در فیلم سینما یا نه؟ به خدافظی کردید کاملا با سینما. نه خیر، من اتفاقا میخواستم امشب راجع به همین خداحافظی صحبت بکنم. ببینید ما الان عرض کنم به حساب من ما 32 جلسه است که در مورد کارهایی که بنده انجام داده ام، به خصوص در فاصله سالهای 1340 تا 1350 صحبت کرده ایم، و الان همین مثلا دو جلسه اخیر هست که کم و بیش وارد دهه 1350 شده این که من در 1354 دیگه از ایران آمدم بیرون برای تحصیل و در سال 1357 هم که انقلاب رخ داد و به کل زندگی من دیگه مسیر دیگری رو به خودش گرفت. اما به هر حال پایان کار من در ایران به این فیلمسازی ارتباط داشت و شاید ما امشب در این مورد کمی بیشتر من توضیح بدهم، اساسا این بخش از خاطر پردازی ها رو ببندیم و اگر که شما میل داشتید که از اون به بعد در مورد زندگی من در خارج و مشاهدات من در خارج هم اون 4-5 سال قبل از انقلاب و در این 35-6 ساله بعد از انقلاب مطالبی رو خدمتون بگم، البته اون همیشه ممکنه، ولی امشب من فکر میکنم که میتونیم این کتاب رو در اینجا ببندیم. اگر اجازه بدید من افکاری رو که منظم کردم برای برنامه امشب خدمتون بگم. حتما با کمال میل حتما اون کارم خواهیم کرد. خاطرات شما همون در 5 سال مانده به انقلاب، بعد از انقلاب، مشاهدات شما در خارج، ما سراپا گوشیم. این منزل اختصاص داره به فعالیت‌های سینمایی آقای نوریالا. گوش بکنیم آقای نوریالا. ببینید در نوروز سال 1350 که در واقع سالی بودش که جشن‌های 50 ساله حکومت پهلوی هم انجام می‌شد، در اون نوروز فیلم مردان سحر من به روی صحنه آمد. در اون موقع من دیگه در واقع در چندین جبهه مشغول بودم که فیلمسازی یکی از اونها بود و بیشترین وقت رو از من میگرفت. اما من در این حال در اون سال دعوت شدم برای تدریس در دانشگاه تهران در دو تا دانشکده. یکی دانشکده علوم اجتماعی بود که به دعوت زنده‌یاد دکتر صدیقی و همکاری دکتر افشار نادری بنده در اونجا مشغول تدریس شدم. دکتر صدیقی یعنی غلام حسین، دکتر غلام حسین خان صدیقی، بله؟ بله بله بله. من شاگرد ایشون بودم، عرض کنم که فوق لیسانسم رو، تز فوق لیسانسم رو با ایشون گذرونده بودم
ایشون خودش میگفتش که تنها بیستی که من در زندگیم به یک تزی دادم بال توه. و عرض کنم که بعدم از من خواست که من بیام و در اون دانشکده تدریس بکنم. در این حال در اون سال آقای بهرام بیضایی هم رئیس رشته تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و از من دعوت کرد که در اون رشته تئاتر درسی به نام تاریخ فرهنگ ایران رو بدم. بنابراین من در دو تا دانشکده داشتم درس میدادم، فیلم رو هم ساخته بودم، کارمند سازمان برنامه هم بودم و در این حال همونطور که براتون شرح دادم سال 50 سالی بود که دیگه دولت به طور کلی کانون نویسندگان رو بست، یک سال بعد از مرگ جلال آل احمد بود و عرض کنم که دیگه فعالیتی در اون زمینه ها نمی شد کرد. اما من به خاطر اینکه در سینما بودم رفته بودم و عضو هیئت دبیره سندیکای هنرمندان شده بودم. در این شلوغی وضعیت بود که عرض کنم که آقای شکرالله رفیعی که کارگردان فیلم بردار فیلم بنده بود، عرض کنم که از من خواست که فیلم دومی رو با هم شروع کنیم. من مدت ها بود که به خاطر همکاری که با آقای کامران شیردل داشتم در زمینه مونتاژ فیلم های مستند خیلی علاقمند به سینمای مستند شده بودم و فکر کردم که شاید بتوانم این سینمای مستند و سینمای داستانی رو به یک صورتی به همدیگه ادغام بکنم. در نتیجه یه سناریویی رو در دست نوشتن داشتم درباره هنرمندانی که در تئاترهای خیابان لاله‌زار عرض کنم که کار میکردن، آواز میخوندن، میرقصیدن روی صحنه و غیره. من به خصوص پس از آشنایی با وضعیت اینها در سندیکای هنرمندان سینما فکر کردم که چطور من یه قصه ای رو درست بکنم که برم پشت صحنه این تئاترهای لاله‌زار نو و لاله‌زار و عرض کنم که زندگی این آدم ها رو خارج از صحنه نشون بدم. و در نتیجه یه سناریوی نوشتم به نام مطرب که البته الهام بخش منم یه بیت از شعر حافظ بود که مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که صد کار به جایی دارد. این رو عرض کنم که بنیاد کار خودم گرفته بودم که هم معنای مطرب های خیابان لاله‌زار می داد، هم معنای مطرب عارفانه عرض کنم که حافظ رو. و داستان راجب چند تا از خواننده ها و رقاصه های این خیابان لاله‌زار بود. این فیلم رو که شروع کردیم که بازیگرانش هم جمشید مشایخی بود و خانم نیلوفر بود و آقای مرتضی عرض کنم که احمدی و آقای مقبلی، عزت الله مقبلی، وسط کار من ملتفت این شد چون این فیلم رو دیگه به سرمایه آقای مقبلی و آقای شکرالله رفیع می ساختیم، دیگه با آقای جورک همکاری نداشتیم توی این فیلم. من دیدم این دو نفر خیلی نگران سرمایه هستن که توی این فیلم گذاشتن و در نتیجه یواش یواش شروع کردن زمزمه کردن که آقا تو وقتی که اسم فیلمت مطربه و عرض کنم که داره روی صحنه‌های لاله‌زار نو این حرفا میگرده، خب یه مقدار رقص و آواز این کافه لاله‌زاری و لاتیارم بذاریم تو فیلم. و من مقاومت میکردم در این مورد و یه مقدار اختلاف بین ما پیش آمد و بعد من شنیدم که شکرالله خان دوربین رو برداشته و رفته و یک مقدار از این رقص ها و این حرف ها فیلم گرفته و میخواد که روی میز مونتاژ اینها رو لای فیلم خورد بکنه. به همین دلیل من به عنوان اعتراض گفتم که من ادامه نمیدم این کار رو و تقریبا مثلا شاید 20 دقیقه به پایان فیلم برداری، یعنی 20 دقیقه فیلمی به پایان کار مونده بود، دیگه من سر صحنه حاضر نشدم
و در مجله فردوسی هم یک اعلامیه دادم که این فیلم مطربی که داره ساخته میشه و من اون رو شروع کرده بودم اکنون دیگه از دست من خارجه و متعلق به من نیست و اون رو به حساب من نذارید. اما تنها کاری که در اون فیلم کردم در آخرین لحظاتی که اونجا بودم آمدم یک کاراکتر به سناریوی فیلم افزودم و اون یک روشن فکری بودش که میاد با این مدیر برنامه های لاله‌زار نوعی آشنا میشه و یواش یواش به عنوان مشاور او وارد کار میشه و پیشنهاد میکنه که مثلا فلان رقاصه رو بیاریم و غیره و اینها، در این حالی که همه حرفای روشن فکری هم داره میزنه و بعد در واقع یه هیولایی رو خلق میکنه که به روی صحنه میادش. تا اینجا من با اون فیلم همکاری میکردم و در واقع یک نوع انتقاد از خود بود، یعنی من خودم رو در این شخصیتی که به فیلم افزوده بودم گذاشتم که تو اصلا از کجا آمده ای و کجا میدی و چگونه غرقه در یک مسائلی شدی که به تو هیچ ربطی نداشت. نقش رو کی بازی میکرد؟ نقش روشن فکر رو یه جوونی بود، الان اسمش یادم نمیاد، یه جوونی بود که توی همون بر بچه های توی لاله‌زار پیدا کرده بودم، قیافش میخورد به بچه های چند تا کتاب همیشه دستش بود و یه شالگردنی داشت و اینها و همش راجع به تئاتر و سینما و روشن فکری و اوژن یونسکو این حرفا صحبت میکرد، اما در عمل غرقه در اون ماجرا شده بود. شما هم کار کردن بهتون مثل که خیلی سخت بوده، چون چند نوبت تا حالا غرق کردی تا خب ببینید ممکنه که غرق کردن عمل مضمونی باشه، ولی اگر آدم فکر بکنه که من بمونم در جایی که ازش راضی نیستم، به نظر من دیگه چیزی از شخصیت آدم باقی نمیگذاره، آدم دیگه رفته رفته خودشو خرج میکنه. خب بیچاره به آخه به گیشم فکر میکردن، یعنی فکر میکردن ممکنه یه فیلم روشن فکر من قبول دارم، ولی خود روز اول میتونستم به من بگن که ما این فیلم رو در صورتی میسازیم که چون اسمش مطربه ما کلی رقص و آواز توش بذاریم. خب من تکلیفم همونجا روشن میشد. بودجه چقدر بود؟ بودجه فکر میکنم اون همون 150,000 تومان. 150,000. خب میفرمودید. به هر حال میخوام بگم که به این ترتیب مشغله های متعددی برای من پیش آمد در اون دو سه سال دهه اول 50، بستن کانون نویسندگان، تجربه تلخ کار کردن در سینما، تجربه تلخ کار کردن در صندوق‌های هنرمندان سینما، و فقط دلخوشی من در واقع این درسی بود که در دانشگاه می دادم. در سازمان برنامه هم دیگه به نظر من اصلا مسئله کارشناسی و این حرفا کنار گذاشته شده بود. آها. وضعیت عرض کنم که مسئله چیز برنامه ریزی و بودجه تقریبا از مسیر علمی خودش خارج شده بود. حالا من نمیخوام دقایقش رو شرح بدم، ولی بیشتر مصالح و ملاحظات و پارتی بازی و این حرفا بیشتر در کار آمده بود. من مثلا توی اون 14 سالی که توی سازمان برنامه کار میکردم خیلی به تدریج این مسئله پیش آمد، ولی در دهه 50 یک مرتبه این قضیه اوج گرفت. دیگه هیچ چیزی بر بنیاد مطالعه علمی و اینها صورت نمی گرفتش. و آخرین کاری که من در سازمان برنامه کردم این بود که با توجه به این مسئله که توی سینما تجربه پیدا کرده بودم و اطلاعاتی که پیدا کرده بودم از وضعیت سینما در مثلا هندوستان و کشورهای جهان سوم، فکر کردم که اگر که دولت سینما رو به عنوان یک صنعت بشناسه، اون وقت تهیه کنندگان ما میتوانند بروند و از بانک عرض کنم که صنایع و معادن وام بگیرند و بعد از طریق این وامی که میگیرند یه تعهداتی به اون بانک بسپرند که سطح سینمای ایران رو بالا بیاره. من کارشناس فرهنگ و هنر سازمان برنامه بودم و در رابطه با
زنده‌یاد قفاری که کانون نویسندگان کانون فیلم رو میگردوند و با همکاری او ما این طرح رو تهیه کردیم و دادیم به مقامات مربوطه. حدود فکر میکنم شاید مثلا حدود 1,000,000 تومان هم بودجه برای این طرح گذاشته شد که تهیه کنندگان برند به بانک معادن و صنایع، اونجا اگر که تصویب شد کارشون رو عرض کنم که وام بگیرن و انجامش بدن. اما به محض اینکه این مسئله پیش آمد که چنین لایحه‌ای وجود داره و من قصدم این بود که سینمای ایران رو وضعیتش رو ارتقا بدم، این مصادف بود با آمدن عده چهره‌های جدیدی در سینمای ایران مثل آقای کیمیایی، آقای حاتمی، آقای عرض کنم که دیگر دوستان، و اینها اعتقادشون این بود که این پول نباید به دست تهیه کنندگان سینمای ایران بیفته، بلکه این باید به دست اونها بیفتد که فیلم های به اصطلاح هنری و فستیوالی و اینها می سازن. بنابراین اونها رفتند و یک مجموعه ای رو درست کردن به نام کانون سینماگران پیشرو و گفتن که ما با فیلم فارسی ها جدا هستیم، متفاوت هستیم و این پول باید نصیب ما بشه. بنابراین فقط صرف انگیزه مالیه که اینا این تشکیلات رو درست کرده، ولی که برن وام بگیرن از دولت. بله بله، هیچ دلیل دیگه ای نداشتش. و وقتی هم که نمیدونم چطور شد دیگه، به حال من دیگه از ایران آمدم بیرون، عرض کنم که اصلا اون تعقیب نشد و اون تعریف سینما به عنوان یه صنعت هم مورد تصویب قرار نگرفت. پولم نمیدونم پیف و میل شد رفت، به حال به کسی پولی نرسید در میونه. این آخرین تلاش من بود در سینمای ایران. اما به هر حال در این حال این را بیادتون باشه که من در همه این وضعیت ها یه آدم مذهبی هم هستم و در نتیجه در سال 52 که دیگه عرض کنم که فیلم دوم منم آمده بود روی پرده و رفته بود و خیلی هم شرمنده بودم از اون چی که حاصل کار شده بود، من رفتم به سفر مکه که به تفصیل برای شما شرحش دادم و در بازگشت اون واقعا به یک صورت عجیبی دچار عرض کنم که پوچی شده بودم. یعنی می دیدم که توی زندگی شخصیم یه آلودگی های پیدا شده که اصلا با میل من نمی خونه، که کار سازمان برنامه اصلا دیگه از مسیر خودش خارج شده و در این حال از مذهب و دین و آیینم من هیچی نفهمیده بودم و سرگشته و سرخورده برگشتم به ایران. جالبه که اون سال وقتی که ما در مکه بودیم خبر آمد که برف سنگینی در تهران آمده و سقف فرودگاه مهرآباد فرو ریخته. و وقتی که ما برگشتیم از مکه با یک ساختمان ویرانه‌ای روبرو شدیم که خیلی به صورت سمبولیکی برای من مثل ویرانی زندگی خودم بودش. در این حال البته در سال 51 من اولین فرزند خودم که پسر بود به دنیا آمد و اون هم یه تأثیر عمده روی زندگی من داشت که من رو به کل از زندگی اجتماعی متوجه زندگی خانوادگی میکرد. به هر حال من اینقدر سرگشته بودم در اون روزها که به این نتیجه رسیدم که بهتره بذارم برم از این مملکت، یه جوری خودم رو بندازم بیرون، شاید بتونم خودم رو جمع جور بکنم. و در فکر این بودم که چون خب پولمولی که نداشتم که بتونم بیام خارج کشور، در فکر این بودم که چه باید بکنم، که مسئله حزب رستاخیز هم پیش آمد و در واقع هم در سازمان برنامه هم در سندیکای هنرمندان همه رو وادار کردند که در واقع بیان اون دفتری رو که میذاشتن اونجا امضا بکنن و عضو حزب رستاخیز بشن. بنده در واقع دو بار عضو حزب رستاخیز بودم، یکی در سازمان برنامه، یکی در سندیکای هنرمندان. و وقتی هم که صحبت این شد که هرکی ناراضیه بذاره بره، بیشتر این فکر در من پیش آمد. مشتاق شدید به همین دلیل یک بار وقتی که رفته بودم به دانشکده علوم اجتماعی برای تدریس، در زنگ تفریحی که نشسته بودیم با دکتر افشار نادری این مطلب رو مطرح کردم که من خیلی دلم میخواد
برم به تحصیل خودم در خارج ادامه بدم. ایشون گفتش که بیا بریم پیش آقای دکتر صدیقی ببینیم نظر ایشون چیه. آقای دکتر صدیقی هم گفتش که خیلی استقبال کرد، گفت فکر خیلی خوبیه، به خصوص که با توجه به این تجربه هایی که در امر مذهب و این حرفا داری. خب من خیلی مطالعه میکردم راجع به مذهب و تاریخ مذهب و فقه و این چیزها. شما بهتره بری یه تحصیلات خودش رو در زمینه جامعه شناسی دین انجام بدی و برگردی در همین دانشکده این رشته رو باز بکنی و درس بدی. من گفتم خب آقا من پول ندارم برای اینکه این سفر رو برم. ایشون آقای افشار نادری گفتن که شما با آقای عبدالمجید مجیدی که رئیس سازمان برنامه بود و بنده رو میشناخت، گفتن تماس بگیر و ببین که چیکار میتونی در این زمینه بکنی. و در اون گفتگوها بود که آقای مجیدی موافقت کرد که من حقوقم رو به هم بدن، اما به جای کار در سازمان برنامه برم این تحصیلات رو انجام بدم به مدت 3 سال. و به این ترتیب بنده عازم انگلستان شدم و این دهه 40 رو در واقع که دهه عجیب غریبی بود بنده رو، من در سال 40 از دبیرستان مروی رفته بودم به دانشگاه تهران و در سال 53 هم از ایران خارج می شدم. 13 سال حیرت انگیز رو پشت سر خودم داشتم و دیگه زندگی من به این ترتیب شد در اون 4 سالی که مونده بود به انقلاب که من در طول سال عرض کنم که درس می خوندم، تابستون که می شد برای تعطیلات تابستان بر می گشتم به ایران. قبل از برگشتن هم از دوستان خودم خواهش میکردم که برای من یک کاری چیزی پیدا کنن، چون واقعا حقوق سازمان برنامه کفاف خرج تحصیل و زندگی من و خانوادم رو نمیداد. و معمولا هم بچه ها میرفتن، مثلا ناصر تقوایی میگفتش که بیا انانس فیلم منو برای من بساز، یا کامران شیردل چند تا فیلم عرض کنم که چی ساخته بود در گذشته مستند که همینطور مونتاژ نشده باقی مونده بود که اونها رو عرض کنم که من براش هم قصهشو می نوشتم و هم مونتاژ میکردم. خوشبختانه دیدم که اخیراً همه فیلم های آقای کامران شیردل رو گذاشتن روی اینترنت و من یه مرتبه دیدم که عده زیادی برای من ایمیل میزنن که آقا ما نمیدونستیم که تو در فیلم مستند هم کار کردی و این حرفا، اما الان میبینیم تو همه این فیلم ها توی تیتراژش عرض کنم که نام تو هست و یه بخش دیگه ای از زندگی من رو مثلا عرض کنم که کشف میکردن. در حال عرض کنم که به این ترتیب بنده 4 سال 5 سال قبل از انقلاب رو در عرض کنم که انگلستان گذروندم با تابستونهایی که به تهران می آمدم و در اونجا هم یه زندگی دانشجویی داشتم دیگه. صبح می رفتم به کتابخونه درس می خوندم، هفته یه دفعه سوپروایزرمو باید میدیدم، گزارش میدادم که مثلا چه چیزهایی خوندم، اون به من عرض کنم که دستور کار رو غیره میداد. اما با زندگی دانشجوی خارج کشور زیاد ارتباطی من نداشتم. این اون موقع اوج عرض کنم که جریان کنفدراسیون بود. خب استاد دکتر روریالای عزیز، اولا خیلی من علاقه دارم که حتما خاطراتون راجبه استاد برجسته خودتون با ما در میان بگذارید. ببینم وقتی متوجه شد شما نگاه های و گرایشات مذهبی دارید او چی گفت؟ خیلی برای من جالبه، چون بالاخره آقای صدیقی که از برجسته ترین اندیشمندان ما در طول این واقعا 100 سال اخیره که از برجسته ترین نیست اینجوری آقای نوریالا؟ بله، به نظر من، من اگر تو زندگیم سعادت دیدار چند نفر رو داشته باشم یکی از اونها دکتر صدیقی. بنابراین در لحظات حساسی رسیدیم، ادامه میدیم گفتگو رو در هفته آینده با دکتر اسماعیل نوریالا. خیلی سپاسگزارم دکتر نوریالا عزیز. ممنونم. امیر درخشان تشکر میکنم. تا دیداری دیگر.